ما برای بازگشایی فعالیت امروز تصمیم گرفتیم که از یک روند پلکانی استفاده کنیم. تصمیم دولت ایران به بازگشایی کسب و کارها از هفته دیگر به رغم هشدارها. وزارت بهداشت میگوید در صورت بی احتیاطی کرونا دوباره خیز بر می‌دارد. در برنامه امشب میپرسیم کاهش محدودیت‌ها تصمیمی درست است یا خطر آفرین؟ و همینطور میپرسیم که مشکلات اقتصادی دولت برای لغو محدودیت‌ها و خودداری از قرنطینه چیست؟ در ادامه این 60 دقیقه سختگیری در دو کانون اروپایی کرونا با وجود کاهش آمار قربانیان. در اسپانیا قرنطینه تمدید می شود، در ایتالیا مردم چند استان باید ماسک بزنند. نگاهی می کنیم به سه لیگ استثنایی فوتبال جهان که در دوران کرونا هم ادامه دارد. سعی کردم که تاریخ احساسات خودمون رو در این 40 سال بنویسم. و گفتگو با نویسنده‌ای که داستانش از زندگی سانسور شده ایرانیان نامزد جایزه بوکر امسال شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. کرونا جهان را به قربانگاهی تبدیل کرده که فعلا آمریکا در آن بیشترین آمار رسمی مبتلایان را دارد و ایتالیا بیشترین شمار جانباختگان را. نیویورک با مرگ حدود 600 نفر در شبانه روز اخیر شرایطی دشوار را از سر گذراند. در ایران هم شمار مبتلایان بر اساس آمار رسمی به عدد 60,000 نزدیک شده و رقم کشته‌ها از 3,600 گذشته. در این گیرودار که دولت‌ها همچنان بر رعایت فاصله اجتماعی و منع رفت آمد تاکید می‌کنند، دولت ایران از کاستن مرحله‌ای محدودیت‌ها حرف می‌زند. حسن روحانی می‌گوید می‌توان با ویروس کرونا مقابله کرد و اقتصاد را هم چرخاند. در این شرایط کاستن از محدودیت‌ها چقدر تصمیم درستی است؟ از درمان چه خبر؟ بیشتر در این زمینه‌ها حرف می‌زنیم. اول اوضاع ایران در گزارشی از مهدی بیگی. اینجا میدان ونک، حوالی ساعت 9 صبح و حجم ماشین‌های دوباره بوی دود و صدای بوق ماشین‌ها خیابان‌های تهران را پر کرده. به نظر می‌رسد هفته آینده شلوغ‌تر هم بشوند، نه تنها تهران بلکه همه شهرهای دیگر ایران. اولین نتیجه تصمیم‌های جدید دولت به نظر می‌رسد مقام‌های ایران میان مبارزه با شیوع کرونا و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی حالا بیشتر به دومی متمایل شدند. تصمیم های اعلام شده آقای روحانی این هاست: فعالیت های اقتصادی کم خطر در استان تهران از 30 فروردین آغاز می شود، باقی استان ها یک هفته زودتر. به گفته آقای روحانی نحوه فعالیت ادارات پلکانی خواهد بود، یعنی 2/3 کارمندان باید سر کار باشند و 1/3 می توانند سر کار نروند. آقای روحانی گفته اولویت برای نیامدن سر کار با کارمندان مسن و دارای بیماری‌های زمینه است. ساعت کار 7 صبح تا 2 بعد از ظهر. البته همه اینها به شرط رعایت اصول بهداشتی. ترددهای بین استانی هم از 30 فروردین آزاد می‌شوند. چه قندی که در دل عاشقان مسافرت آب نمی‌شود. آموزش در مدارس تا 30 فروردین از راه دور است. البته ما این اختیارات رو دادیم به آموزش و پرورش که استانهایی که میتونه فعالیت رو آغاز بکنه. ما استانهای سفیدی داریم در منطقه جنوب کشور که هیچ مشکلی وجود نداره برای آموزش و پرورش. البته سخنگوی وزارت بهداشت گفته نه تنها استان بلکه هیچ نقطه‌ای از ایران در وضعیت سفید قرار ندارد. پیش از اعلام تصمیم‌های جدید، آقای روحانی از همکاری خوب دستگاه‌های مختلف کشور صحبت کرد. یه چیزی رو یه گوشه یک کسی یه شیطونی به هر حال پیدا میکنه میده به این رسانه‌های خارج کشور، اونا این مسئله رو بزرگ میکنن. شیطنت شیطان‌های مورد نظر آقای روحانی به کنار، گفته‌ها و مصاحبه‌های اخیر مقام‌های بهداشت کشور از اختلافی آشکار بین رئیس جمهوری و وزارت بهداشت حکایت دارد. ما احتمالاً در هفته روزهای آتی به خصوص هفته آینده با مشکلاتی از جمله خیز مجدد بیماری و افزایش تعداد موارد ابتلا در شهرهای مختلف مواجه خواهیم بود. این موضوع بسیار جدی است.
پیشتر ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت هم گفته بود کشور به هیچ وجه به مرحله کنترل بیماری وارد نشده و اگر به جای از بین بردن کرونا به حل مشکلات اقتصادی توجه شود ممکن است سیلی بیاید که دیگر دغدغه اقتصادی وجود نداشته باشد. سیلی که شاید به نظر بسیاری آمده و دولت ایران آمارهایش را دقیق نمیگوید. این جدیدترین آمار دولت از کرونا در ایران: ابتلا 58226 نفر، مرگ 3603 نفر و بهبود 22011 نفر. تأکید دولت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. اما بسیاری از مردم ایران از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند و حالا با لغو قرنطینه باید با دو قوله کرونا و تنگدستی همزمان دست و پنجه نرم کنند. مهدی بیگی، بی بی سی. دکتر محمود رضا پورکریم، پژوهشگر ارشد ویروس شناسی پزشکی و عضو کمیته آمادگی پاندمی کرونا از مؤسسه رگای بلژیک از شهر لوون با ما هستند. آی دکتر، ایران یکی از کانونهای اصلی کرونا در منطقه بوده، در خاورمیانه. از نظر شما کاهش محدودیت‌ها چقدر تصمیم درستی؟ سلام، شب شما و بینندگان عزیزتون هم به خیر باشه. ببینید، بحران کرونا را اگر نگاه بهش بکنیم دو بخش داره، یه بخش سلامتیش و یه بخش اقتصادی هستش. اگر که دقت بکنیم بخش اقتصادیش الان خیلی بولتر و همچین میشه گفتش که بزرگتر از قضیه بهداشتی شده. اونچه که امروز در کشورهای غربی میبینید بیشتر نگران پسا بحران کرونا هستن، اینایی که امروز از همدیگه دستکش و ماسک و فلان و اینها رو میر و باین. این نشون میده که عمق فاجعه خیلی بیشتر از این هست. حالا برگردیم توی ایران خود ما. ببینید، ایران یک کشوری است که الان حدود 2.5 سال هستش که تحت شدیدترین تحریم ها قرار گرفته. این تحریم ها انقدر تأثیر داشته که امروز روی بحران موجود کرونا هم توی کشور تأثیر بگذاره. امریکا حقیقتاً اینجای کار رو ناجوانمردانه به سلامت مردم ما هم ضربه زده. اقتصاد کشور نمیتونه بار نبودن معیشت بخشی از کشور رو که کارشون کار آزاد هستش رو تحمل بکنه، لذا مجبور هستش روزنه هایی رو باز بکنه که مردم بتونن معیشت داشته باشن. ببینید، ما اگر که نگاه بکنیم به قرنطینه در چین، فقط یک شهر قرنطینه شد، به موقع قرنطینه شد. ما نتوانستیم به موقع قم رو قرنطینه کنیم. اگر قم رو قرنطینه کرده بودیم ما خیلی موثرتر وارد مدیریت بحران شده بودیم. اما متاسفانه این قضیه الان پخش شده توی کشور، لذا بایستی با ادامه اقدامات محدود کننده بتونیم روند خفونت رو در کشور کنترل بکنیم. منظورتون این هست که باید محدودیت ها رو ادامه بدیم در حالی که دولت میخواد این محدودیت ها رو کم بکنه؟ یه توضیح هم بدم که میدونید آمریکایی ها حرفشون اینه که بخش درمان تحریم نیست و در حکومت عمل بله. حکومت نیست. منابع ببینید. مالی کافی داره. در هر صورت نیست. این بحث این امشب ما نیست. سوال من از شما این بود که آنچه که دولت داره تصمیم میگیره، آنچه که میخواد عملی بکنه، از نظر شما که موضوع رو دنبال کردید، متخصص هستید، گام درستیه یا نادرستیه؟ قطعاً میتواند به ادامه ابتلا دامن بزنه. ما محدودیت داریم در اینکه مردم رو کنترل بکنیم. ببینید، تمام دنیا الان لاکداون هست، تقریباً محدودیت ایجاد کردن. ما داریم در مورد یک کشور 82 میلیونی صحبت میکنیم که حدوداً 8 میلیون از این در تعطیلات نوروز ویروس رو تونسته جابجا بکنه بین کشور. من معتقدم که اگر نتوانیم کنترل هامون رو، محدودیت هامون رو ادامه بدیم، همچنان که آقای دکتر زالی، همچنان که وزیر محترم گفتن، ما با مشکل افزایش تعداد ابتلا مواجه خواهیم شد. و اون موقع است که شاید یه جاهایی بعضی از استانها ما دوباره مجدد فلیر داشته باشیم و تعداد ابتلاهامون و تعداد مرگ و میرمون به شدت بالا بره.
اگر نگاه بکنیم به وضعیت جهان و آنچه که این روزها داره میگذره، دنیا از نظر اینکه با ویروسی مثل کرونا دست به گریبان هست در کجا قرار داره؟ آیا نقطه اوج، از نقطه اوج گذشتیم، نزدیک شدیم بهش؟ آیا امیدی هست که مثلا در روزها و هفته های آینده شیب تغییر بکنه؟ ببینید این سوال سختی هستش آقای موسوی. ما فقط در چین تونستیم بعد از قضیه تقریبا تو هفته های اخیر اون قرنطینه چین رو بشکنیم و اجازه بدیم مردم تردد کنن. حتی کره جنوبی با احتیاط این کار رو داره میکنه. کشورهای دیگه تازه ویروس بهشون رسیده. بخش اروپا و بخش آمریکا هنوز به اوج نرسیدن. بعضی از کشورهای اروپایی، رسیدن به اونجایی که تعداد مرگ و میرشون کم بشه. اما به موازات وقتی دارن اسکرینینگ و غربالگری رو میکنن میبینن که نه، تعداد مبتلاهای خیلی بیشتری دارن. هیچ کدومشون الان به جایی نرسیدن که بگن ما بحران رو پشت سر گذاشتیم و الان داریم میتونیم بریم به سمتی که بگیم که توی هفته های اخیر یا ماه آینده ما بتونیم این لاکداون رو و این محدودیت ها رو باز بکنیم. این سخت هستش که برای هر کشوری به قولی یک ارائه نظر بده. آیه دکتر، شما پژوهشگر ارشد ویروس شناسی هستید، در مورد درمان این روزها حرفای متعددی گفته میشه، در مورد قشای ویروس حرف زده میشه، در مورد درمان با پلاسما، چیزهایی از این قبیل. در مورد درمان، خصوصا درمانی که در ایران هم قابل انجام باشه، چی میشه گفت؟ ببینید الان به خصوص تو این چند روز اخیر پژوهش‌های زیادی در مورد 2 تا 3 تا دارو به نظر مردم رسیده، مردم شنیدن راجبش که این نزدیک هستش که بیاد توی بازار و مردم ازش استفاده کنن. ببینید روند داره، کشف دارو، کشف واکسن، همه اینها اول بایستی یک سری ترایال و تست های روشون انجام بشه تا بتونن بیان به بازار. این روند در مورد واکسن و در مورد دارو با تأخیر خواهد بود، اما اون چیزی رو که میشه راجع بهش صحبت کرد اون بخش پلاسما درمانی یا کانوالسنت پلاسما، یعنی از فردی که بهبود پیدا کرده و مطمئنی که از کرونا خوب شده، دیگه ویروس در بدن این فرد وجود نداره و تیتر آنتیبادی و پاتن در سرم خون این فرد وجود داره، پلاسمای خونش رو بگیریم و تزریق کنیم به فردی که در شرایط خاصی قرار داره، آن هم با یک سری شرط و شروط ها. اخیراً FDA سازمان غذا و داروی امریکا تأیید کرد این فرم استفاده رو و میشه استفادهش کرد. منتهای مراتب تمام اینها دارای یک سری پروتکل های خاصی هستش. خوشبختانه بستر این قضیه در ایران فراهم هست. از سال فکر میکنم 79-80 آقای دکتر پورفتالله این رو در سازمان انتقال خون بسترهاش رو مناسب کردن و امروز با کمال اطمینان میشه گفت که این پدیده، این درمان در ایران قابل انجام هست. اینجا من یک نکته رو اضافه کنم که بحران کرونا یک بحران از سری بیماری های نوپدید یا Emerging Infectious Disease هست. توی 20 ساله اخیر این نوع درمان یا پلاسما درمانی در مورد ایبولا، در مورد سارس و در مورد مرس و در مورد نوعی از آنفولانزا بسیار موفق بود. ما میتونیم این رو به خوبی در ایران اجرا بکنیم و در مورد سالهای آینده که بشریت مواجه خواهد شد با Emerging Infectious Disease های بعدی که ما این رو پیشبینی خواهیم کرد موفق بشه. در ایران میشه این کار رو به راحتی و به خوبی انجام داد. پرسنل مجربی ما داریم در ایران، هم در کلینیک و هم در بخش آزمایشگاهی که به راحتی از پس این قضیه برخواهند اومد. ممنونم از دکتر محمود رضا پورکریم، پژوهشگر ارشد ویروس شناسی از لوون در بلژیک با ما. اما شیوع کرونا دولت ایران رو با انتخاب سختی مواجه کرده که پیش روی همه کشورهای درگیر با این بحران، اولویت باید حفظ جان مردم و سلامت جامعه باشد یا چرخیدن چرخهای اقتصاد. حسن روحانی امروز گفت
بین این دو منافاتی وجود ندارد، هرچند کرونا قوی ترین اقتصادهای جهان را هم به زانو درآورده. سیاوش اردلان انتخابهای بد و بدتر ایران در این شرایط رو بررسی کرده. اینجا لاگوس است، یک پایتخت آفریقایی با 21 میلیون جمعیت اغلب زاغه‌نشین. خطر شیوع کرونا اینجا یک بمب ساعتی است. دولت همین را می‌داند، پس خیلی زود وارد عمل شد. با شدت عمل مرگبار ولی ناپایدار. مشکل اینجاست که کشورهای فقیر و پرجمعیت بودجه‌های صدها میلیارد دلاری ندارند که برای مدتی طولانی به مردم بگویند در خانه بمانید و کار نکنید. حتی در کشورهای ثروتمند انتخاب بین چرخش کار و زندگی از یک طرف و مرگ و میر از طرف دیگر، انتخاب بین بد و بدتر است. رئیس جمهوری آمریکا هفته پیش گفته بود برای حل بحران کرونا نباید به راه حلی متوسل شد که مشکل را بدتر کند. ولی تغییر موضعش نشان داد انتخاب بین مشکل بد و راه حل بدتر انتخاب آسانی نیست. ما اگه هیچ کاری نکنیم 2.5 میلیون نفر از دست میدیم. اگه بگیم بذار هرچی میخواد بشه. اگه ما بتونیم با کارهایی که میکنیم، دادن تحصیلات به مردم، فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه و تمام این چیزا، رقم تلفات رو تا 100,000 نفر نگه داریم، به نظر موفق بودیم. چون 2.5 میلیون کشی چیزی نیست که قابل قبول باشه برامون. آنجا که عقاب پر بریزد از یک پشه لاغر چه خیزد. ایران مثل هند یا کنیا که بدون ملاحظات اقتصادی سفت و سخت قرنطینه کرده اند، کشور فقیری نیست. کشوری است با درآمد متوسط ولی دارای دولتی که رئیس جمهورش رسما اصرار دارد بین فعالیت اقتصادی و سلامت در بحران کرونا منافاتی وجود ندارد. برخلاف دعوت بدخواهان ما و ضد انقلاب که مردم رو دعوت میکنن به این که بین سلامت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کرد، این هم کاملا مردود و غلط و ناسوابه. حتی پیش از بحران کرونا که تصادفات جاده‌ای و آلودگی هوا نزدیک به سالی 40,000 کشته بر جای می‌گذاشت، این دولت حاضر نشد صنعت خودروسازی را زیر فشار بگذارد تا برای کاهش آلایندگی و خطرخیز بودنش سرمایه گذاری کند. حالا هم تسهیلات 100,000 تومانی دولت برای کمک به مردم در بحران کرونا تنها 3% تولید ناخالص داخلی ایران است، در حالی که هزینه همان تصادفات جاده‌ای 7% تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. با این حال راه حل به آسانی پول بیشتر خرج کردن نیست، ولی اینکه رهبر ایران با درخواست برای برداشت از صندوق توسعه ملی هنوز جواب نداده. بودجه 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی. دولت با کسری بودجه مواجه است و پول چندانی ندارد و چاپ بی‌رویه پول هم تورم به بار می‌آورد. در برزیل رئیس جمهوری این کشور بحث انتخاب‌های سخت را خیلی صریح‌تر بیان کرده. به این صورت: ما باید جلوی ویروس رو بگیریم، بله، ولی جوگیر نشیم و تن به بیکاری ندیم. ما باید بذاریم خانواده‌ها امرار معاش کنن. خیلی متاسفم که بعضیا میمیرن. خب آدم میمیره دیگه. نمیشه کارخونه خودروسازی رو تعطیل کرد چون مردم توی تصادف کشته میشن. در برزیل جایر بولسونارو همه کاره نیست و استانداران خود قرنطینه را اجرا کردند و اتهام خیانت را از طرف آقای بولسونارو به جان خریدند. آنگونه که سازمان بهداشت جهانی میگوید، فدا کردن سلامت برای اقتصاد یک گزینه نیست، زیرا نهایتاً هم اقتصاد میبازد هم سلامت. در نهایت بهترین راه برای پایان دادن به این محدودیت‌ها و جلوگیری از ضربه خوردن بیشتر اقتصادشون اینه که با تدابیر تهاجمی و همه جانبه اقدام کنند. شناسایی مبتلا، آزمایش کردن، قرنطینه تک تک مبتلاها و ردگیری کسانی که با او تماس داشتند. اگر کشورها به جای این کارها شتاب زده محدودیت‌ها را بردارند، ویروس دوباره سر برمی آورد و شاید ضربه اقتصادی از ضربه اول هم سخت‌تر و طولانی‌تر باشد. سختگیری نکردن به بهانه پول نداشتن فقط مهار ویروس را دشوارتر می‌کند. دولت ایران در زمره دولت‌های در جهان است که امیدوارند با ترکیبی از مداخله‌های نیم‌بند، تسهیلات ناکافی و آنگونه که منتقدان می‌گویند پایین نشان دادن تلفات کرونا، لنگان لنگان این بحران را مدیریت کند. سیاوش اردلان، بی بی سی.
تو مهمان داریم معاون رضوی، استاد اقتصاد سلامت در دانشگاه براندایس از بوستون آمریکا، از ایالت ماساچوست با ما هستند، و همینطور محمد رضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی ایران از تهران. اجازه بدید که گفتگو رو با آقای معاون رضوی شروع بکنم. اول میخواستم از خدمت شما بپرسم که کاستن از محدودیت ها از نظر شما چقدر تصمیم درستیه؟ با سلام به شما و بینندگان خوبتون. من ضمن احترام به و درک دغدغه رئیس جمهور راجع به تأثیر کرونا روی مسائل اقتصادی، ملاحظات علمی خودم رو دارم. یعنی دوست دارم به حرف ایشون و اشخاصی که این تئوری رو دادن گوش کنم. از این طرف از همکارای عزیزم تو ایران هم خواهش کنم که بحث علمی خودشون رو بیارن توی فضای آرام بدون هیاهو، به یه نتیجه برسیم، ببینیم که آیا ما قابلیت بازگشایی اقتصاد حتی به صورت محدود مثلا در مناطق سفید رو داریم یا نداریم. از لحاظ علمی شما 4 تا پیشفرض رو دولت آقای روحانی باید به طور شفاف با مردم در میون بذارن. پیشفرض اول این که جاهایی که در واقع در نظر گرفتن که بازگشایی کنن یا اصلا مجبور نشدن اقتصاد رو کامل ببندن مثل سنگاپور یا ایسلند، اینه که شما دسترسی همگانی رو به تست های، به کیت های تست سریع چند دقیقه‌ای فراهم بکنید. یعنی اگر دولت ایران به عنوان اولین قدم شفاف سازی بازگشایی مرحله‌ای به مردم، به کسبه، به دانشگاهی و بقیه و بقیه دنیا، چون همه دنیا نگاه میکنه اگه ایران موفق باشه بعدم بلافاصله میخوان دنبال کنن دیگه، بگه که خیلی خوب ما کیت های تستمون آماده است، اینا هم 3 ساعت و 3 روز و 3 هفته هم نیست، در عرض چند دقیقه میتونه چیکار کنه تست رو بده. پس یکی از پیش زمینه ها از نظر شما آزمایش یا فراهم کردن شرایط آزمایش همگانیه. مورد بعد بعد از اینکه شما تشخیص دادید که معاون رضوی تستش مثبت شده، چطوری میخواد من از چرخه اقتصاد خارج کنید، تضمین کنید که من رو در یک جایی قرنطینه میکنید تا من دوره 14 روزم رو یا هر برحال دوره درمانم رو طی بکنم قبل از اینکه خانواده‌ام و همکارم و دانشجوم رو مریض بکنم؟ و این بسیار مهمه. یعنی تست و ایزوله کردن، این دوتا با هم میاد، شما نمیتونید اینو در واقع کنار بگذارید. نکته سوم که نکته بسیار مهمی هستش که مخصوصا در کشوری مثل ایران صدق میکنه، اینه که مطالعات پزشکی الان این بارها ثابت کرده که شما یک در کشورهایی با جمعیت جوان و فعالتر جمعیت قابل ملاحظه ای از ناقلین خاموش رو دارید. حالا بهشون میگن خاموش یا چرا خاموش. اینا کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که به واسطه قدرت ایمنی بدنشون در واقع ساین و سیمتوم نمیدن، علامت دار نمیشن، بنابراین هیچ موقع هیچ تماسی با نظام بهداشت درمان ندارن، ولی میتونن ویروس رو منتقل کنن. و مسئله اینجاست که شما الان توی ستاد کرونا یه اپیدمیولوژیست مطرح رو دارید، آقای دکتر حقدوست، 1 هفته هم کلاس من تو دبیرستان بودن، من ایشونو میشناسم، بهشون اعتماد دارم، تحصیل کرده انگلستان. ایشون یک سمپل 10,000 نفری رو از تو آدمایی که همین الان تو خیابون هستن رو بگیرن و از اینا تست بگیرن. این آدمایی هستن که نه سرفه میکنن نه هیچ علامتی دارن. ظرف 1 هفته به دولت گزارش بده، بگه که توی این سمپل 10,000 تایی توی مرکز تهران ما حتی 1 نفر هم پیدا نکردیم که ناقل خاموش باشه، یا نه 830 نفر از این 10,000 تا ناقل خاموش هستن و اینا مثل یه بمب ساعتی عمل میکنن. ببین، شما نمیتونید مسئله بسته به سلامت مردم رو با آزمون خطا انجامش بدید. بجز علم هیچ روش دیگه‌ای به جنگ این قضیه رفتن نیست. منظورتون اینه آقای دکتر، منظورتون با این شرایطی که فرمودید، منظورتون اینه که در ایران اصلا امکان فراهم کردن این شرایط و باز کردن فضای کسب و کار وجود نداره؟ یعنی مفهوم حرفتون همینه؟ نه نه نه، من منکر توانایی‌های استثنایی دولت ایران نیستم، هیچ‌چیزی رو نمی‌خوام زیر سوال ببرم. من میگم که شما این سفیش پیشفرض علمی رو با مردم شفاف صحبت کنید و ثابت کنید از قول آدم‌های علمی که من جرأت کنم برم توی خیابون. ببینید، من فرمانده من به من سرباز میگه برو روی میدون مین، میگم خب اینجا مین گذاشتم، میگه نه ما دیشب پاکش کردیم، میگم خب کاری نداره، شما یه تراکتور بگیرید، 2 تا باتری بذارید توش، کنترل راه دور، تراکتور بفرستید روی میدون، من پشت سر نگاه میکنم یه هفته. خب
ما تا الان حمله نکردیم، خب بذار یه شب حمله نکنیم دیگه. اگه این تراکتور از اون طرف میدون مین سالم رفت بیرون، اتفاق نیفتاد، چش من پشت سرش میرم. شما اینو ثابت کنید، من اعتماد میکنم، باز میکنم. تا زمانی که این لوازم علمی رو شما در محل در برای مردم به طور شفاف نذاشتید و ثابت نکردید، نمیتونید با آزمون خط. ببین این سیاست اقتصادی و ارزی نیست، این جون مردمه. بسیار خب رضوی، برمیگردیم به شما. دیدگاه شما بود از منظر استاد اقتصاد سلامت. اجازه بدید که با آقای علیپور صحبت بکنیم، نگاه اقتصاد و اقتصاد سیاسی. شما چی فکر میکنید؟ البته آقای علیپور، من میدونم شما موافق نیستید با باز کردن فضا، مقاله هم در این زمینه نوشتید، ولی با این اقتصاد چه میشه کرد اگر نخوان فضا رو باز بکنند؟ با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. بله، همونجور که فرمودید، بنده اصلا کارم اقتصادی است و روی مسائل پزشکی هم نمیتونم هیچ گونه دخالتی داشته باشم و مجبورم از همین منظر به قضیه نگاه بکنم. خدمت شما عرض کنم که متاسفانه یه بحرانی است که جهان رو در بر گرفته و کشور ما رو هم به هر صورت تحت شعاع قرار داده، که بایستی با خرد جمعی این قضیه روز به روز به نحو احسن جمع‌تر بشه و تا بتونیم از این بحران خارج بشیم. متاسفانه وضعیت به شکلی بوده که توی این یکی دو ماه گذشته خب انتقاداتی رو داشتیم، وارد کردیم، اما اینجا جای بحثش نیست و نمیخوایم وارد این قضیه بشیم که چه شد، چرا این کار کردن یا چرا اون کار رو نکردن. بحث سر این است که چرا این ادارات یا سازمان‌ها یا کسب و کار میخواد باز بشه، آیا کار درست است یا نه. من همچنان که فرمودید عرض کردم که موافق نیستم، به لحاظ اینی که دولت بایستی در این راه و در این روند اول سلامتی داشته باشه، مردمش سلامتی داشته باشن، بعد بتونه اقتصاد رو جلو ببره. اگر کسی سالم نباشه، اقتصاد و کسب و کارش رو نمیتونه جلو ببره. پس ما اول به سلامتی نیاز داریم و بعد به کار و گردوندن چرخ اقتصاد. پس در این ارتباط دولت بایستی اینجا یک قدمی رو در ارتباط با سلامتی مردم و اینی که به قول مهمان برنامه امنیت مردم تضمین بشه برمی‌داشت و بعد دستور بازگشایی حالا ادارات، سازمان‌ها یا کسب و کارها رو میداد. دولت یک قدمی رو باید اینجا برداره و نمیخواد اون کار رو انجام بده، و اونم این استش که دولت بایستی در این راه هزینه بکنه. متاسفانه دولت محترم جناب آقای روحانی قصدش بر این استش که تو این قضیه هزینه نکنه. البته ایشون بارها گفتن که 100 هزار میلیارد تومان پول گذاشتن کنار، 10 میلیارد دلار پول گذاشتیم برای این قضیه، ولی از یه طرف دیگه حرفشون تناقض داره با اینکه نامه می‌نویسن به مقام معظم رهبری و درخواست 1 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی می‌کنن. اگه ما 10 میلیارد داریم که اینجا خرج کنیم، چرا 1 میلیارد اونجا می‌خوایم؟ خب 1 میلیارد از همین می‌دیم، 9 میلیاردش خرج این بر می‌کنیم. بحث سر اینه که ایشون اگر تا به الان صبر کرده بودن و تا 23 می‌خوان صبر بکنن، عقل حکم می‌کرد تا آخر فروردین حداقل این قضیه. آیا آخر... کسب و کار برای خیلی از مردم یعنی تامین مایحتاج روزانه، تامین مایحتاج روزانه، یعنی گذران زندگی. خیلی خب، شما با این موافق نیستید، ولی وقتی میفرمایید باید هزینه بکنه، یعنی چی کار بکنه دولت؟ چه راه حلی میشه پیشنهاد کرد؟ همینی که شما میفرمایید برای مردم مهمه، این رو دارم عرض میکنم که مهم است. بهتر میبود که تا سیوم این قضیه رو انجام میده. حالا که نکرده و تا به اینجا هست، یک سری از کارخونه ها که به هر صورت باید کار بکنن، چون چرخشون باید بچرخه، نمیتونن ببندن. اگر باز هستن، نهایتا فشارهایی رو که روی این کارخونه ها هست، باید این فشارها قطع بشه کلا، از بابت تامین اجتماعی، مالیات، برداشت اقساط وام بانک ها که بارها گفتن بر نمیداریم ولی بانک ها دارن بر میدارن پولشون رو، از بابت اصول بهداشتی، از بابت لوازم بهداشتی که نیاز دارن باید تامین بشه، از بابت اینی که کارگری بایستی الان تعدیل بشه موقت و بره برای بیمه بیکاری، باید این زمینه رو برای اون کارگر مهیا بکنه. این از اون بابت. از بابت کسب و کارهایی که ضروری نیست، که حداقل نباید الان باز باشن، که خب مشخص کردن. از بابت کسب و کارهایی که ضروری است که الان باز بشه، بایستی بهداشت و سلامتی مردم رو تضمین بکنن در ارتباط با این قضیه و بعد برن به سمت بازگشایی مشاغل. در ارتباط با این قضیه، اگر مردم بیکار میشن، خب اسم مردم رو که دارن، یارانه که میریزن،
بایستی یک ماه به قول یکی از مقامات کشورهای خارجی گفته بودش که مردم سالها خرج دولت رو دادن و مملکت رو دادن، ما داریم که خرج مردم رو بدیم. یک ماه یا دو ماه شما خرج مردم رو بدید، نه خرج همه مردم رو، خرج اونهایی که نمیتونن و الان ضعیف هستن شما میتونید براشون پول هزینه بکنید. آقای علیپور، ممکن استدلال دولت این باشه، اون از درآمد نفتی که تقریبا اگر به صفر نرسیده باشه بسیار پایینه، این از وضعیت مالیات ها که وصولش سخته، اون از وضعیت بانکی و نقدینگی و قرضالک، از کجا بیاره دولت در این شرایط؟ دولت تا به الان 20,000 میلیارد ما افزایش نقدینگی داشتیم، پول سرگردان داریم. این پولا از کجا اومد؟ از پولای بدون پشتوانه ای که چاپ کردن. حالا که تا به امروز در اوضاع آرام شما این پولا رو چاپ کردید، به هر صورت برای خودتون خرج کردید تو این مملکت، دو ماه هم روش شما به هر صورت این پول رو تضمین. اگه ندارید چرا میاد پشت تلویزیون اعلام میکنید که 10 میلیارد دلار پول دارم، 100,000 میلیارد گذاشتم کنار برای کسب و کارهای زیان دیده یا برای مردم؟ پس وقتی شما میفرمایید میگی من 200,000 تا 600,000 تومان از فردا سه‌شنبه میخوام بریزم به حساب مردم، به حساب کی پول ریختی شما؟ تا الان یک ریال ریخته نشد. ببینید حرف نزنیم، عمل بکنیم. من میدونم این تصمیم جمعی ستاد بوده، تصمیم شخص آقای روحانی هم که نیست، نبایستی فقط حمله به سمت شخص ایشون باشه، منتهای مراتب بایستی تصمیمی گرفته بشه که حداقل عملی باشه. اگه میگی پول دارم، پولت کو؟ اگر میگی پول ندارم، خب پول رو جور کن. ما که دلار نمیخوایم الان اینجا، الان ریال میخوایم اینجا. ریال رو میشه مهیا کرد، ما میتوانیم حقوق رو بدیم، ولی نمیخواد آقای روحانی، اصلا نمیخواد بره به سمت پرداخت هزینه. آقای معاون رضوی، مسئله هزینه یکی از مسائل خیلی مهمه. اینجا در بریتانیا میخوان تست ها رو گسترش بدن، آزمایش ها رو گسترش بدن، نمیتونن تقریبا. میگن که ما تا آخر همین ماه آوریل که در اول ماه هستیم ممکنه که تعداد آزمایش ها رو 10 برابر بکنیم. اینی که در کشوری در با مختصات ایران با بیشتر از 80 میلیون جمعیت طرح شما عملی بشه، آیا امیدی هست بهش؟ ببینید، به من میگن تو خیلی علمی صحبت میکنی، مردم سخت میفهمن. بذار من فارسی سلیس صحبت کنم. آقایون سیاست مداری که از امریکا تا ایران که فکر میکنن که بحران کرونا توشی بادمجونی که اگر رهاش کنیم بعد از 100 روز میرسه، در اشتباه محض و خامخیالی به سر میبرن. اگر دولت ایران به من بگه که تو 100 روز گذشته، یعنی از زمانی که بهمن ماه این بحران اومده، تمام کارهایی رو که علم گفته رو انجام داده و الان موقع بازگشایی هست، من میپذیرم. ببین، شما نمیتونید بگید من فقط روز شمارم رسیده مثلا به 80 یا 90 دیگه میخوام باز بکنم. شما بفرمایید چه اقدام مثبتی کردید، چقدر آمارای شما از طرف وزارت بهداشت داره میگه که به کنترل نزدیک شدید، بعد برید برای بازگشایی. بعدم بازگشایی همونجوری که گفتم، چرا اصول علمی دنیا رو دنبال نمیکنن؟ این راه دیگه ای نیست. بعدم ببینید، مشکل اقتصاد ایران، غلط اندازی نکنید، مشکل اقتصاد ایران قبل از کرونا هم بود. کرونا شاید 10% 15% مشکل اقتصاد ایران بالا بود. به بهانه اینکه همه گرفتاری های جنباشته اقتصاد ایران سر این ویروس هست، با جون مردم نمیشه بازی کرد. شما به من بگید که خیلی خب اگه فردا تمام فعالیت های اقتصادی رو راه بندازید، ایران میرسه به رشد 15% اقتصاد، من حاضرم جانفشانی کنم برم تو خیابون. خب منتها گرفتاری این نیست. بنابراین برای اون بهبود حاشیه‌ای توی فعالیت‌های اقتصادی نمیشه واقعا با سعی و خطا با سلامت مردم بازی کرد. این شما بیاد ثابت کنید که از لحاظ علمی روش کنترل شده ای برای بازگشایی قدم به قدم از استان، اول بگید استان سفید چیه، بعد بگید که فعالیت‌های ضروری کدوماست، همه اینا رو شفاف کنید، بیارید اشخاص کارشناستون رو هم اینا اول اطلاع رسانی بکنید. اگه مردم مزه کردن دیدن که کاری که میخواید بکنید به اندازه کافی سیف و مطمئن هست و به سلامت عمومی لطمه نمیزنه، مطمئن باشید حمایتتون میکنن. منتها در این ثانیه من اون ابزار و مستندات علمی رو هیچ جا نتونستم پیدا کنم که به عنوان شهروند راضی بشم که از اون طرف خیلی خب وضع اقتصادی بده و من تحت فشار اقتصادی هستم، ولی باید تصمیم بگیرم که آیا یه ذره بیشتر فشار اقتصادی رو تحمل میکنم یا خدای نکرده از دست دادن یکی از والدینم یا عضو خانواده رو. آقای علیپور فرمودید که دولت خرج مردم رو بده. اگر بانک ها رو در نظر بگیریم، ادارات دولتی رو در نظر بگیریم، بخش خصوصی رو در نظر بگیریم و حجم اقتصاد ایران رو در نظر بگیریم، غیر از حالا چاپ پول که خودش پیامدهای اقتصادی خیلی
زیادی داره و شما بهتر از من میدونید، چه راه دیگه ای هست برای دولت؟ ببینید، دولت راهکارهایی رو از قبل داشته و میدونسته انجام بده، ولی متاسفانه این راهکارها رو طی 7 سال گذشته، همچنان که مهمان برنامه‌تون فرمودن، کل مشکلات اقتصاد ما که الان مربوط به ویروس کرونا نیست، که حالا تو این یکی دو ماه خیلی بروز کرده، همش داریم میندازیم به سمت ویروس کرونا. کل عملکرد مثبتی که دولت میخواست انجام بده رو باید تو این 7 سال انجام میداد. حالا که انجام نداده و الان رسیدیم به اینجا، دولت بایستی اول اعتماد مردم رو نسبت به خودش جلب میکرد و جلب بکنه، بعد سلامتی مردم باید تضمین بشه توی این قضیه که مردم هنوز خیلی اعتماد ندارن. یعنی کسی که میخواد بره بیرون میترسه از اینکه به حساب این ویروس رو بگیره، باید بدونه که اگر یه موقع مبتلا شد بعدش چه اقداماتی میخواد در ارتباط با این قضیه اتفاق بیفته. آقای روحانی الان یک ماه و نیم خودش رفته تو قرنطینه، از تو قرنطینه خارج نشده. اگه جان شیرینه، جان همه مردم ایران شیرینه، نه فقط جان رئیس جمهور. اگر قراره که فدا بشه کسی برای مملکت و مردمش، اول باید دولت مردان و رئیس جمهور باشه توی این قضیه. من علی پور اگه رئیس جمهورم، من باید جانم رو فدا بکنم، بعد مردم. پس این هستش که اول رئیس جمهور خودش رو باید توی این قضیه بیاره بیرون از توی سایه، بیا تو عمل، مثل رئیس جمهور چین شی جی پینگ یا آقای پوتین یا دیگرانی که از اول تو صحنه بودن با لباس ایمنی که پوشیده بودن، کنار نیروهای پزشکی و پرستاران و نیروهای ایمنی که کار میکردن همراه بودن. این هستش که در ارتباط با این قضایا میتونست این کارها رو بکنه، نکرده. الان میتواند همچنان که عرض کردم با هزینه کردن این کار رو انجام بده، منتهای مراتب هزینه کردنی که اون پولهایی که تا به الان پیدا میکردن خرج میکردن از کجا بود، که اینجا جای گفتنش نیست، از همونجا ریالش رو بتونن تأمین بکنن که میتوانند یک ماه دو ماه فقط جور مردم رو بکشن، اونم نه همه مردم، چون هر خیلی دستشون به دهن خودشون میرسه، اون مقدار افرادی که نمیتوانند رو تأمین بکنن، نهایتا به اون جایی برسن که بحران تمام بشه و مردم برن سر کار زندگی خودشون. حالا که نکرده، به اینجا رسیده، در اینجا ما بایستی به چند تا مورد توجه بکنیم. یکی اینکه کارمندا رو میگه آقا برن سر کار، یک سومشون برن، ولی اون دو سوم برن چیز بگیرن، مرخصی بگیرن. چرا خزینه‌شون میذی گردن خود کارمند؟ بگو آقا نمیای سر کار، من دارم میگم شیفتی، اون یک ماه رو نیا. اگه بانک ها رو باز کردی، خب بانک ها رو شیفتی بکن، نگو باز کن، بگو چکار دیگه برگشت نزنن، فقط برای یه سری مبادلات کاری باشه. چرا چک یک آدمی که کاسبه در مغازه بسته است باید بره برگشت بخوره و اتفاقات ناگوار تو این قضیه بیفته؟ چرا مردم اینو که خیلی ممنونم مشکل دارن میندازه جون هم دیگه؟ اینها مشکلاتیه که متاسفانه هست، که امیدوارم آقای روحانی یه تجدید نظری توی فکرشون بکنن و وضعیت رو خوب مدیریت بکنن. سپاسگزارم از محمد رضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی از تهران با ما، و معاون رضوی، استاد اقتصاد سلامت در دانشگاه براندایس از بوستون آمریکا. در اسپانیا پلیس 300 هزار نفر رو به دلیل نادیده گرفتن محدودیت عبور و مرور جریمه کرده. بیش از 2800 نفر هم بازداشت شدند. این محدودیت ها از سه هفته قبل شروع شده و نخست وزیر میگوید از پارلمان خواهد خواست که شرایط اضطراری را دو هفته تمدید کند. همزمان در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری هشدار داده که هفته آینده عده زیادی از مبتلایان به ویروس کرونا جانشان را از دست خواهند داد. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. خیابانی خلوت در واشنگتن، جایی که مغازه‌ها بسته است، آبری دیده نمی‌شود و حتی پرنده هم پر نمی‌زند. مثل این خیابان در آمریکا زیاد است، کشوری که بدترین وضعیت را در جهان دارد. حالا دونالد ترامپ درباره روزهای سخت‌تر به آمریکایی‌ها هشدار داده. احتمالاً بین این هفته و هفته آینده سخت‌ترین هفته رو داشته باشیم. متأسفانه عده زیادی می‌میرند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا اصرار دارد که چرخ اقتصاد باید بچرخد. باید فعالیت‌ها دوباره شروع بشه. نمیشه که کشور تعطیل بشه. داریم به مردم پول میدیم که بمونن تو خونه هاشون. داریم به مردم حقوق میدیم که نرن سر کار. اما همه رهبران جهان دیدگاه دونالد ترامپ را برای مقابله با ویروس کرونا ندارند. اینجا اسپانیاست، کشوری که بعد از ایتالیا بیشترین آمار قربانیان کرونا را در میان کشورهای اروپایی دارد. اما شمار جانباختگان برای سومین روز پیاپی کاهش داشته.
با این حال نخست وزیر از تمدید مقررات رفت و آمد خبر داده. با توجه به نظر کارشناسان و محققان اعلام می کنم که در نشست آینده دولت یعنی 6 آوریل از پارلمان می خواهم شرایط اضطراری را از 12 آوریل تا 25 آوریل تمدید کند. در پاریس پلیس با استفاده از پهپاد مراقب رفت آمد مردم است. مردم اینجا 20 روز قرنطینه را پشت سر می‌گذارند. اما هستند جاهایی که امکانات اولیه را هم برای مراقبت در برابر کرونا ندارند. جاهایی مثل اینجا، اردوگاه پناهندگان در یونان. هر توصیه‌ای برای مراقبت شده، اینجا عکسش را می‌بینی. به ما گفته شده در خانه‌هایمان بمانیم. دست‌هایمان را با آب و صابون بشوییم و از ژل ضد عفونی کننده دست در صورت لزوم استفاده کنیم. امروز پس از آنکه آزمایش کرونا یکی از پناهجویان در یکی از اردوگاه‌های یونان مثبت اعلام شد، آن کمپ را قرنطینه کردند. چند روز پیش هم کمپ ریتسونا در مرکز یونان قرنطینه شد. آزمایش کرونا 20 نفر در آنجا مثبت بود. در هند امشب میلیون‌ها نفر به نشانه همبستگی در مقابله با ویروس کرونا چراغ‌هایشان را خاموش کردند و به جای آن شمع روشن کردند، کاری که البته به درخواست نارندرا مودی نخست وزیر انجام شد. اما بعضی از مسئولان در ایالت‌های مختلف انتقاد کردند که وقتی صدها میلیون نفر همزمان برق‌هایشان را روشن کنند، به نیروهای برق فشار زیادی وارد می‌کند. روزهای کرونا از معدود روزهایی است که کشورهای جهان از فقیر تا ثروتمند دغدغه مشترک دارند. در بریتانیا قرار است ملکه امشب سخنرانی کند و درباره لزوم نظم و انضباط و عزم و اراده برای مقابله با کرونا بگوید. ویروس کرونا حالا ملکه بریتانیا را هم از کنج خلوتش به در آورده تا یک سخنرانی کم سابقه داشته باشد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. دکتر فیروزه بنی صدر متخصص بیماری‌های عفونی از رنس فرانسه با ما هستن. خانم دکتر، اول می‌خواستم از شما در مورد وضعیت شهرتون بپرسم. حدوداً فکر می‌کنم 130 کیلومتر از پاریس فاصله دارید. اونجا وضعیت چگونه است؟ سلام به شما و شنوندگان گرامی. ما حدوداً یک ماه که 6 بخش بیمارستان را به بیماران کووید 19 واگذار کردیم و چند روز است که 3 روز یا 4 روز است که تعداد بیماران جدید کاهش یافته و خوشحال هستیم. چه نوع درمانی صورت میگیره؟ گفته میشه که خب این ویروس درمان نداره، ولی چطور از بیماران حمایت و مراقبت میکنید؟ اوائلی که با این بیماران برخورد می کردیم، راستش یک احساس ناتوانایی شدیدی من شخصا می کردم، برای که با اینکه داروهایی که خوب سفارش می شد به بیماران می دادیم، می دیدیم که یک سریشون دچار نفس تنگی می شوند و وادار می شدیم آنها رو به بخش مراقبت های ویژه منتقل کنیم و عده‌ایشون هم متاسفانه از دنیا رفتن. ولی من متوجه شدم که دادن کورتون در فاز دوم بیماری تأثیر خیلی شگفتی داره و تقریبا یک 12-13 روز هست که ما در پروتکلمون کورتون رو وارد کردیم و تأثیرات واقعا شگفت انگیزی داشت. میزان مرگ فوق‌العاده نادر شده، انتقال به بخش CCU تقریبا به صفر رسیده و خلاصه همه تیم احساس توانایی و دیگه اون احساس نگرانی که نسبت به این بیماری و این ویروس داشتیم دیگه واقعا نداریم. من خودم شخصا احساس میکنم که کاملا بر این بیماری مسلط هستم و ابعادشو
خوب دیگه درک کردم و اون داروهایی که نیاز هست و موقعی که باید اون داروها به بیمار تجویز بشه رو دیگه کنترل میکنم. بسیار خوب. و در نهایت خیلی جاهای دنیا حرف از کمبود تجهیزات پزشکی بوده، در منطقه شما در بیمارستانی که شما کار میکنید آیا چنین مشکلی وجود داشته؟ بله، من در داخل فرانسه با کمبود ماسک دوچار بودیم و خصوصا با تختای بخشای مراقبت ویژه، هنوز هم که هنوز کمبود داریم. من پیامم به مردم ایران این هست که این بیماری دو دوره داره. یه دوره اول هست که در این دوره میزان ویروس خیلی بالاست، در روز هفتم بدن شروع به تولید آنتیبودی میکنه و با تولید آنتیبودی میزان ویروس کاهش میابه و تقریبا در اکثر بیماران در هفته دوم و سوم دیگه ویروس پیدا نمیشه. اکثر بیماران در همون هفته اول خوب میشن، 80% بیماران بدون دارو، بدون اینکه به دکتری نیاز داشته باشن یا بستری بشن، خوب میشن. ولی 20% بیماران بعد از روز هفتم دچار نفس تنگی میشوند و در بخشی از این بیماران یه دشون اینقدر این نفس تنگی زیاد هست و نیاز به اکسیژن بالاست که در روز دهم یا یازدهم حدودا اینا بیماران منتقل میشن به بخش مراقبت های ویژه. در این فاز دوم بیماری التهاب بدن فوق‌العاده بالاست، یعنی آزمایش خون که انجام میدیم التهاب بدن رو خیلی روشن در آزمایش خون مشخصه و در ریه هم این التهاب خیلی بالاست و اینو در مثلا عکس برداری هم مشاهده میکنیم. خیلی ممنون خانم دکتر، اطلاعات خیلی جالبی بود. بله، اگه خیلی کوتاه بفرمایید من تموم کنم، برای که اون واقعا این مسئله مهم مثلا این بیماری در اینجاست. کورتونو رو بعد وقتی داد که به اصطلاح بیمار دچار نفس تنگی میشه، اون زمانی که کورتون باید داده بشه خیلی اهمیت داره. اگه خیلی دیر بدین، زمانی که در آی سی یو هست بیمار، خب شاید اونطوری تاثیر نکنه، ولی به محض که بیمار دچار نفس تنگی میشه، یعنی تقریبا در روز هفتم یا هشتم این مسئله پیش میاد، صحیح. اون کورتون داده بشه واقعا تاثیر شگفت انگیزی. بسیار عالی، بسیار ممنون. و این مسئله رو ما در فرانسه، من با همکارام در سطح فرانسه به اشتراک گذاشتم و همه شروع کردم و فیدبک خیلی مثبتی داشتم. من این اطلاعیه رو دادم برای که میخواستم که حتما بیماران ایرانی به این مسئله آگاهی داشته باشن. بسیار عالی، امیدوارم که متخصصان به حرف شما توجه بکنن خصوصا در ایران. سپاسگزارم از دکتر فیروزه بنی صدر از رنس فرانسه با ما. رمانی از یک نویسنده ایرانی نامزد امسال جایزه بوکر هست، اشراق درخت گوجه سبز، نوشته شکوفه آذر، داستانی که روح بهار اون رو روایت میکنه. دختری 13 ساله ایرانی که خانواده‌اش در کوران انقلاب اسلامی خانه و زندگی خودشون رو در تهران رها میکنن تا در روستای کوچک زندگی بهتر و آزادتری داشته باشن، ولی خیلی زود گرفتار هرج و مرج انقلاب میشن. بهار در حمله انقلابیون به کتابخانه پدرش میسوزه، روحش از آتش بیرون میاد و سرنوشت اعضای خانواده رو حکایت میکنه. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با شکوفه آذر که از حدود 10 سال پیش در استرالیا زندگی میکنه. اول از او پرسیدم که از این که نامزد چنین جایزه معتبری شده چه حسی داره؟ خب خیلی خوشحال شدم و اگر برنده نمی شدم خیلی تعجب می کردم، ولی نهایتا می تونم بگم خیلی خوشحال شدم، چون من از نوجوانی جایزه بوکر رو، کتاب های برنده شو دنبال می کردم و از بچگی در واقع که دلم می خواست نویسنده شم همیشه یک رویایی داشتم و اون رویام این بود که روزی ادبیات فارسی بتونه در صحنه بین المللی خودش رو نشون بده در یک سطح وسیع و معتبر، و خب خوشحالم که این شانس نصیب کتاب من شد. گفتید که کتاب‌های برنده جایزه بوکر رو می‌خوندید، چه تأثیری روی قلم شما داشته؟ من این
شانس رو داشتم که توی خانواده ادیب و نویسنده بزرگ شدم و شاعر، و برای همه خونه ما همیشه پر از بهترین کتاب‌ها از بهترین نویسنده‌های جهان بود، جهان و ادبیات ایران همینطور. و این به نظر من وقتی که شما از نوجوانی شروع کنید به خوندن کتاب‌های درجه اول جهانی نه فقط ایرانی، در واقع ذهن شما رو تربیت می‌کنه در همون سطح و دیگه الزاماً خودتون رو نمیخواین که مطابق ادبیات کشور خودتون تربیت کنین، یعنی ذهن ادبیتون رو تربیت کنین. برای همین من از همون نوجوانی بهترین کتاب‌های برندگان جایزه نوبل، پولیتزر و بوکر رو میخوندم و دنبال میکردم و خب اونها در شکل‌گیری ساختار ذهنی و ادبی من خیلی موثر بودن. کمی از خودتون بگید و اینکه چطور کار نوشتن رو شروع کردید؟ میتونم بگم قبل از اینکه نویسنده شروع کنم به نوشتن، من خیلی خواننده جدی بودم، خیلی کتاب میخوندم و در حوزه‌های وسیعی میخوندم. از ادبیات شروع کردم، یعنی از رمان و داستان کوتاه شروع کردم به خوندن و بعد رسید به فلسفه، عرفان، اصول شناسی. از کودکی من اصول شناسی میخوندم و عاشق داستان‌های اساطیری بودم از همه ملل‌ها، و بعد توزیع جامعه شناسی خوندم و بعد هم که به محض اینکه لیسانس ادبیات گرفتم، یعنی قبل از اینکه حتی لیسانسمو گرفته باشم، من در دانشنامه ادب فارسی زیر نظر آقای دکتر حسن انوشه کار کردم چند سال که کار ما اونجا در واقع نوشتن دایره المعارف اصطلاحات ادبی فارسی بود، اصطلاحات ادبی شامل ادبیات داستانی و ادبیات کلاسیک. بعد از اون هم در کار دانشنامه نویسی پیش زیر نظر دکتر احمد بیرش و خانم دکتر مهشید مشیری بودم، اونجا کارمون لغتنامه نویسی بود و در واقع همه اینها پایه های ادبی من رو خیلی کمک کرد که قوی شه. این روزها شاهد گسترش بحران کرونا هستیم در سطح جهانی، خیلی از نویسنده ها خودشون رو قرنطینه کردند، در خانه هستند. شما این روزها رو چطور میگذرونید؟ برای من خیلی خوش میگذره، برای اینکه من اصولا از وقتی اومدم استرالیا برخلاف سبک زندگیم تو ایران که خیلی فعال بودم و توی چند تا روزنامه همزمان کار میکردم، توی این 10 سالی که استرالیا هستم کارم نشستن، نوشتن و خوندن هستش و من تمام اوقاتم رو میتونم بگم که در قرنطینه خودخواسته به سر میبرم و دنیای من دنیای بیشتر توی خونه است، با موسیقی و فیلم ها و کتاب هایی که دوستشون دارم و البته دوستان خیلی خوبی هم دارم از نویسندگان، روزنامه نگارا، هنرمندان، نقاشای اینجا، با اونها هم معاشرت هر از گاهی داشتم، ولی این قرنطینه فشار خاصی روی من مطلقا ایجاد نکرد. و از طرف دیگه میتونم بگم که یک جورهایی برای دنیا هم هم تنبیه خوبیه و هم تمرین خوبیه، برای اینکه افرادی که در خونه ها هستن حالا تمرکز بیشتری روی خودشون و زندگیشون دارن و همینطور کتاب هم بیشتر میخونن، آدم ها وقت بیشتری برای کتاب خونی دارن. از کتابتون اشراق درخت گوجه سبز برامون بگید، شاید بد نباشه که یه بخشی از داستان رو برامون بخونید. خب درباره این کتابم بگم که رمان اشراق درخت گوجه سبز بر اساس مجموعه ای از حقایق سیاسی اجتماعی 40 سال اخیر ایران نوشته شده، اما این رمان صرفا یک رمان سیاسی نیست، در واقع میشه گفت که مطلقا یک رمان سیاسی نیست، به خاطر اینکه قصه در دل حدود 90 داستان و ماجرای مستقل، داستان کوتاه مستقلی که در دل این رمان جا دادم شکل گرفته و مجموعه ای از آداب و فرهنگ و سنت ها، قصه های اسطوره‌ای، ادبیات کلاسیک که ارجاعات زیادی به ادبیات کلاسیک و ادبیات مدرن غرب داره و همینطور یک بینش عرفانی در سراسر داستان شکل گرفته و لحن داستان یک لحن شاعرانه حزن‌آلود هست. از نظر من این رمان بیشتر شبیه یک مویه یک قشری از روشنفکران ایرانی هست که مطلقا دلشون با رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت نبوده و روز به روز شاهد این بودن که چطور فرهنگ ایرانی، سنت‌های زیبای ایرانی و همینطور معماری اصیل ایرانی، ادبیات کلاسیک فارسی و هر چیزی که دور از اسلام هست و بیشتر از همه متعلق به خود ایرانیان هست در تمام این 40 سال تخریب شده. یعنی در واقع میخوام بگم که سعی کردم که تاریخ احساسات خودمون رو در این 40 سال بنویسم. این مجموعه از
کلیه که میتونم درباره رمانم بگم. رمان دومی هم که دارم مینویسم به نام درخت توبای آشپزخانه ما همین سبک رو داره و از همین تکنیک ها استفاده شده. تو رمان اولم و دومم هم همینطور هر دوشون سبک کردم. یکی از کارهایی که در سبک داستانی استفاده کردم قصه در دل قصه است، یعنی اینکه روایت های هزار و یک شبی رو از این تکنیک استفاده کردم تا خواننده مدام از یک اوج داستانی به یک اوج داستانی دیگه منتقل میشه و داستان به هیچ وجه ریتم مونوتون به خودش نمیگیره. یک تکه از رمان اشراق درخت گوجه سبز رو الان براتون میخونم. مادران فکر کردند وقتی که ما میمیریم به بچه های بیپناه و تنهای ما میگویند یتیم، اما وقتی بچه های ما میمیرند کسی اسمی روی ما مادران بیپناه و تنها نمیگذارد. این بود که آنها اسم تازه‌ای روی خودشان گذاشتند، مادران یتیم، مادرانی که یتیم بچه های خودشان هستند. قلب رازان با ظاهری زیبا و آباد، در حالی که کم کم ماجرای ورود اشتباهی کارکنان بنیاد شهید را به فراموشی سپرده بود، ناگهان از تپشی ایستاد، زیرا یک شبه صاحب گورستان بزرگی شد. گورستانی به عظمت یادها، آرزوها و امیدها، گورستانی به بزرگی گذشته، حال و آینده. روزها و ماها پس از طوفان برف سیاه، پایان جنگ و بیخبری از سربازان رفته به جنگ، نه کسی از مرکز استان و تهران برای کمک به اهالی ده آمد و نه یادی از آنها کرد. و اگر روح عفت به اتاقه که من نمی آمد و ما میراث زرتشتی و با میراث زرتشتی به داد اهالی نمی رسید، رازان هنوز مخروبه بیش نبود. جنگ تمام شد و آنهایی که از جبهه ها آمده بودند و در شهرها به دنبال سهم و پست و غنایم خودشان بودند، فرصت نداشتند به روستاها، آن هم روستایی تا آن حد دور افتاده که فقط پرندگان سرگردان و آدمهای شیدا راهشان به آنجا می افتاد و هنوز حتی روی نقشه سراسری کشور به سب نرسیده بود، فکر کنند. گفتگوی بود با شکوفه آذر، نویسنده رمانی که نامزد جایزه امسال بوکر هست. در یک ماه گذشته اکثر لیگ‌های فوتبال حرفه‌ای جهان تعطیل شدند. در بسیاری از کشورها بحث حالا سر اینه که فوتبالیست‌ها چطور باید به مردم در بحران کرونا کمک کنند، اما در سه نقطه دنیا فوتبال همچنان ادامه داره. سعی داشتیم گزارشی در این باره پخش کنیم، ولی مجبوریم که بخش این گزارش رو به دلیل ضیق وقت به فردا موکول کنیم. ممنونم از شما که برنامه 60 دقیقه رو تا این لحظه دنبال کردید.